جمعه است، فردا 13 به دره. اومدم ورزش ها میکنم طبق معمول، هر روز با هم ورزش میکنیم. دوست دارم که با من ورزش کنید، با من هم ورزش میکنید، حتما ورزش بکنید. بعد در مدتی که ورزش میکنید یادتون باشه فقط ورزش کردن فکر کنید، شکمتون رو بدید تو کف دریان رو ببندید، سر رو فراموش کنید. یادتون باشه که اگر که مشکل حرکتی هست به مرور پیش اومده، پس به مرور باید حل بشه. هیچی بهتر از این نیستش که ما تناسب انداممون رو به خاطر ورزش کردن خودمون داشته باشیم تا به جای عملهای جراحی که انجام میدیم. عمل جراحی به هر حال عواقبی داره و حتما اگر که کنترل نکنید چاق میشید دوباره و بعد جوری هم چاق میشید. من که حالا اگر رفتید به عمل جراحی کردید، شروع کنید به ورزش کردن، تغذیتون رو مواظب باشید، خوابتون رو رعایت بکنید، چون به هر حال وقتی بافتای مختلف رو تو بدن از میکنید و جا به جا میکنید، فکر نکنید که بی تاثیر هستش. به هر حال بهتره که با ورزش کردن به تناسب اندام لازممون برسید. موقع ورزش کردن حتما دو تا لیوان آب خورده باشید، حتما بدید شونه ها رو اینطوری بکشید بالا و عقب و حرکتش بدید، حرکت بدید، شست رو بذارید زمین، فشار بدید، انگشت های دیگه بیرون باشه، شکم بدید تو، کف دگر رو ببندید. یک دو سه. وقتی این رو بلند میکنید شکمتون کشیده میشه، پهلوتونه، بازوتونه. 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حالا دو تا دست رو ببریم با هم عقب، 1 2 3 4 5. حالا دست رو بیاریم بالا، 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. دست رو میچرخونیم، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این ورزش ها به نظرتون ساده میاد ولی انجام بدید میدونید که میبینید هم یه خورده سختی که درست انجام بدید، باید بهش عادت کنید و تمام ماهیچه‌های شکم شما، قفسه سینه رو که حرکت میده، به ریه‌تون کمک میکنه، بازوتون رو شکل میده، حفظ تعادل شماست. و وقتی شما اینطور بلند کنید، الان زانومو محکم گرفتم، شست پامو زمین فشار میدم، انگشت های دیگه بیرونه، خودم میکشم بالا و این انگشت ها رو باش بازی کنید، انگشت دستم رو بیارید پایین. حالا شکم میدم تو، کف لگنتون رو ببندید، شروع میدیم بالا و عقب، حالا به چپ و راست خم میشید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واقعا ورزش کردن لذت بخشه. یعنی دستتون رو کمرتون بذارید، بعد بند انگشت رو به کمر فشار بدید. 1 2 3 4 5 6
چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو، تا جایی که میتونید بلندش کنید. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا روی دو شکل انجام میدید. باید که هر روز ما دست، پا، همه اعضای اندام‌های حرکتی بدن و هر چیزی باید هر روز تکون بدید. دست رو بذارید به طرف زمین، فشار بدید، بعد بعد انگشت و حالا پا رو بلند کنید. یک، دو، تا اونجا که میتونید نیرید جلو. سه، چهار، پنج، پا رو بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، یک، دو، و بعد یک، دو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. پا رو میکشم بیرون رو میبرم بالا. حالا بسن. یک، دو، یک، دو، یک، دو. مجددن دو تا پا رو حالا با هم بلند کن. یک، دو، سه، چهار، پنج، تا اونجایی که میتونید بالا بالا بلندش کنید و نگهش دارید و بکشیدش بیرون. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه. هر روز بهتون گفتم که باید، حالا روزی که به نشست برخواستمون باید انجام بدیم که من انجام ندم شما انجام بدید، باید حتما حتما پا رو بالا نگه دارید. هر چقدر بیشتر بهتر. پشتمون کاملا روی زمین قرار گرفته باشه. پا رو بکشید، بکشید، بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. یا میتونید اینو دست رو میذارید اینجا محکم روی پاتون فشار بدید و پا رو برید. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دو طرفش. یک، دو، سه، میری جلو. چهار، پنج. حالا پشت با. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا داخل. یک، دو، سه، چهار، پنج. خب حالا میرسیم به اینکه ماساژ پشت پا رو بدیم. وقتی ماساژ ساق پا رو میخواید بدیم، یادم باشه، یادتون باشه، با حوصله هر انگشت رو با اون انگشت دیگه عوض کنید. هم دارید ورزش انگشت های دستتون رو میدید، هم دارید پاتون رو ماساژ میدید. پا رو ماساژ بدید، ببینید چقدر خستگیتون در میره و چه لذتی بهتون میده. بعد پشت پا رو ماساژ بدید تا میتونید پشت پا رو درست ماساژ بدید. خب ماساژ بدید پشت پاتون رو.
صورتیشو جا نندازید، به خصوص پشت زانوتون رو براش وقت بذارید. همینطور حالا این پا رو بعد بند انگشت رو، برای شما تو خونه هستی برای خودتون وقت بیشتر بذارید، پشت پا رو ماساژ بدید، پشت زانوتون رو بی نهایت ماساژ بدید. یعنی وقتی میگم بی نهایت، با حوصله دونه دونه همه قسمتاش رو با انگشتتون حس کنید. هم دارید حس لامستون رو تقویت میکنید، همین که دارید ماساژ میدید. بعد اگر یه اشکالی هست، یه جایش داره یه اتفاق برش میفته، خودتون زود متوجه میشید. اگر بافتی داره گوله میشه، اتفاقی داره میفته، متوجه میشید. اول شروع به درد داشته باشم باید حتما به دکتر مراجعه کنم. ولی اگر یه قده چرخی، یه چیزای بافتای چربی هم باشه، گاهی اوقات با ماساژ دادن درست میشه. ماساژشون میدید. خب حالا اون سر که باره به هم بزنید، یک دو سه چهار هشت نه ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. حالا یک دو سه چهار پنج، کمر اجازه دید پاتون بدنتون رو بکشه، پنج شش هفت هشت نه ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. بکشید پایتون رو خوب، خب تا اونجا که میشه بدنتون رو بکشید. خب خوبه که وقتی حتی توی این حالت هم هستید، دارید پاتون رو ورزش میدید، نگه داشتید بالا، ماساژ رو صورتتون رو بدید. صورتتون رو یه خورده تو حالت مختلف، چون چش آدم هم خسته میشه. من الان بیست و ورزش چشام هم نکردیم با هم که ما تو پنجام رو دادیم، الان همینطوری چون هم که ماساژش بدید آروم آروم خسته ایشتر. این دو که وقت سرتون هم قرار میدید، حالا اگر بهتر که سرت جوری باشه که سرتون به طرف پایین قرار گرفته باشه، برعکس یعنی که جاذبه زمین هم کمک بکنه کشیدن صورتتون، هم که به این صورت هم قرارش میدید، خیلی به خودتون لطف میکنید، خدمت بزرگی کردید. همینطوری که دست پاتون رو بالا نگه داشتید، بند انگشتاتون رو ماساژ بدید، صاف و صوفشون کنید، خستگیشون رو درک کنید. هر جا که انگشتتون یه خود ببینید داره کج میشه، درستش کنید. من با این انگشتم خیلی مشکل داشتم، خیلی دیر به این فکر افتادم که بعد ماساژ شدن درستش کنم. مال موقعی بود که زیاد می‌نوشتم، حالا تایپ میکنم کمتر می‌نویسم. البته نوشتن خودش یه چیز دیگه است، وقتی دادم قلم دستش بگیره انگار که بهتر میتونه احساسشو با قلم ونده قلم منتقل کنه تا به تایپ کردن. خب هر جایی که میبینید داره کج و کوله میشه رو خودتون صاف و صوفش کنید، مطمئن باشید درست میشه. یک دو سه چهار پنج. خب حالا پشت زانو من ماساژ بیشتری میدم و بلند بشیم. دیروز با هم ورزش کردیم یا نه؟ گفتم یه خیلی وقت انجام ندادم، مثل که دیگه به اون مهارت نمیتونم انجام بدم، ولی مثل که دوباره بزنم ببینیم باید گردن صاف باشه. خب شدش. حالت خوبیه اگه ورزش رو بکنیم، می‌بینید که همه بدنتون کشیده میشه و خیلی لذت بخشه. امروز جمعه است، فردا شنبه است، همیشه اینطوریه، جمعه است و بعد شنبه، ولی فردا سیزده بدره. دلتون شاد باشه، طبیعت رو مراقبت بکنید و بهتون خوش بگذره. در فضای مجازی این عزیزان رو خواهش میکنم تنها نگذارید، اینها عزیزانشون رو از دست دادن و به حضور حاضر ما برای حمایت کردنشون نیاز دارن و خوشحالشون میکنه اگر ما براشون یه پیام بگذاریم. بهشون بگیم توی سیزده بدر جای عزیزاشون خالی نباشه. مادران دادخواه رو حمایت کنیم، یه جوری با هم همبستگی داشته باشیم که دیگه هیچ پدر و مادری به خاطر داغ دلش نخواد دادخواه شده باشه. روز و شبتون به خیر و شادی باشه.